اگه بخواید از دنیای اینترنت به شبکه داخلیتون بتونید وصل بشید، لازمه که حتما یا IP ثابت داشته باشید بتونید بهش وصل شید، یا سرویس داینامیک DNS ران کرده باشید که بتونید بهش وصل شید. و راه حالت سوم اینه که یه سری نرم افزارهای رابط یا میانجی داشته باشیم که اون نرم افزارها این کارو واسه ما انجام بدن. توی این ویدیو و چند تا ویدیو بعدی که توی این زمینه میسازم، میخوام چند تا از این نرم افزارها رو بهتون معرفی بکنم تا بتونید بدون هزینه اضافه و با 0 تومان هزینه این کار رو انجام بدید. فقط تنها نکتهش اینه که لازمه سیستم عاملتون اون رو ساپورت بکنه. با من همراه بشید، قراره بهتون معرفیشون بکنم. سلام، ارادت. همونجا که گفتم قراره نرم افزارهای سوم شخصی رو بهتون معرفی بکنم که میتونن کارتون رو راه بندازن و باعث بشن که شما بدون هزینه بتونید از بیرون به شبکه داخلیتون وصل بشید. به چه دردی میخوره؟ دوربین مدار بسته دارید، VPN رو اندازه کردید رو سرور خونگیتون که بتونید داخل شبکه‌تون کار بکنید، یا هر سرویس دیگری رو میخواید داخل خونه‌تون داشته باشید از بیرون بتونید بهش وصل شید. مثلا من خودم یه فایل شیرینگ رو کامپیوترم دارم، فرض کنید میخوام از بیرونم که اصلا به این فایل شیرینگ هم دسترسی داشته باشم فایل بردارم، میتونم به راحتی این کار انجام بدم. تکرار مکررات، ولی ازتون خواهش میکنم اول این ویدیو رو ببینید، چون من اونجا همه سناریوها رو کامل توضیح دادم و بعد اومدم سراغ ویدیوهای بعدی. پلی لیست کاملم توی توضیحات هست، میتونید اون رو هم ببینید که به ترتیب ویدیوها رو دیده باشید. خب حالا میخوایم چیکار کنیم؟ میخوام چند تا از این نرم افزارا رو بهتون معرفی کنم. امروز قراره بریم سراغ نرم افزاری به اسم NGRock. یه نرم افزاری که کراس پلتفرم، روی چندین پلتفرم مختلف میتونید اجراش بکنید، ولی لازمه که حتما یک سیستم عامل درستایی باشه، لینوکس باشه، ویندوز باشه، مک باشه، بتونید این کار رو انجام بدید و کار باش خیلی ساده است. به خاطر خیلی ساده بودن و خیلی دم دستی بودنشه که دارم این رو اول بهتون معرفی میکنم. کانفیگ کردنش در حد 2 دستور زدنه، هیچ کاری نداره. واسه همین امروز قرار بریم سراغ این. کم کم سناریوهای سخت‌تر و حرفه‌ای‌تر رو هم بهتون معرفی میکنم. پس این اولین ویدیوه و قراره بریم سراغ NGRock. بریم تو کامپیوتر شروع کنیم. خب همونجوری که گفتم قرار از نرم افزار NGRock استفاده کنیم. همونجوری که میبینید این وبسایت NGRock، گفتم بهتون چون خیلی ساده است قراره بریم اول سراغش و این سادگیش خیلی به درد ما میخوره. توضیحات کامل در رابطه با اینکه دقیقاً چی کار میکنه رو گذاشته. این نرم افزار قراره به عنوان ریورس پراکسی انگار برای ما عمل کنه. کار اصلی که میکنه اونه، ولی خب با یه روشی که خیلی جوابگو و خیلی به درد بخوره. یه نگاه به توضیحات بندازیم. حالا توضیحات رو اینجا دیدیم، ولی اول قیمتا و روش دانلود رو من بیشتر توضیح بدم. حالت قیمتاشو نگاه کنید، میگه رایگانه واسهتون، فری هستش، میتونید استفاده بکنید. پلن فریش این امکانات رو به شما میده. خب بعد توی پلنی که 8 دلار در ماه هستش همه امکانات پولی رو میده به اضافه چیزای دیگه. ما همین قسمتش واسمون کافیه و اون کاری که ما میخوایم رو واسمون انجام میده، ولی بدونید که پهنه باندتون محدوده و یه سری مشخصاتی داره، یه سری محدودیتایی داره که شما برید پلن بالاتر رو بگیرید، ولی کار ما رو راه میندازه. به عنوان کار خیلی کوچولو خونگی بخوایم استفاده کنیم قطعا جوابه. حالا بریم در رابطه با نصب و دانلودش. صفحه دانلودش که میایید خوشبختانه برای سیستم عامل های مختلف گذاشته و آموزشش هم گذاشته. نگاه کنید، برای سیستم عامل مک او اس گفته که باید از این دستور استفاده کنی، یا یعنی این دستور رو بزنی خودش بره دانلود کنه، یا اینکه خودت دانلودش کن بعد بیا اینجوری آنزیپش کن بعد برو اد توکن کن و اینجوری تونلت رو بزن و استفاده کن. خب حالا دانلود چه جوریه؟ دو تا سی پی یو های چیز رو اپل رو، هم اپل سیلیکونش که M1 و M2ش هست رو ساپورت میکنه، هم بردازنده‌های قدیمیش. این برای مک او اس. اول لینوکس رو این دارم بهتون بگم. لینوکس نها کنید، سیستم عامل های مختلف لینوکس رو ساپورت میکنه، حالت های مختلف میتونید انتخاب کنید. بعد دستور رو گذاشته کامل میتونید از این استفاده کنید. اگه سیستم عاملتون لینوکسه میتونید رو داکر حتی بیاریدش بالا، فقط با همین یه دستور بگید که بره رو داکر بیاد بالا، یا حتی مثلا رو فری بی اس دی و سولاریس و اینا هم میتونید این کار رو انجام بدید. ما قراره بریم سراغ ویندوز و از ویندوز استفاده کنیم. برای ویندوز هم دو حالت برای نصبش وجود داره. یا میتونید از نرم افزار چاکلتی استفاده بکنید که من هنوز اینو بهتون معرفی نکردم، ویدیوشو خیلی وقت قراره بسازم، ببخشید دیگه خورد به این قضیه و فراموش شد، ولی میتونید از این استفاده بکنید. یا اینکه دانلودش کنید و نصب رو انجام بدیم، که ما از این روش میریم. اول دانلود میکنیم، بعد توکن رو بهش میدیم، بعدم اون رو بازش میکنیم و ازش استفاده میکنیم. این صفحه رو نبندید که قابل استفاده باشه واسهتون. ویندوزتون 32 بیتی یا 64 بیتی انتخابش میکنید و اون فایل رو دانلود میکنید. بعد از اینکه دانلودتون انجام دادید، شما لازمه که حتما یه دونه اکانت ساخته باشید. پس باید بیاید توی این صفحه پرایسینگ، اینجا روی ساین اپ فری بزنید، یا تو همون صفحه اول که هستید ساین اپ فری رو بزنید و یه اکانت جدید
جدید بسازید. من اکانتمو از قبل ساختم و استفاده کردم. وارد این صفحه میشید. به محض اینکه لاگین کنید، اکانتتون رو تایید میکنید و وارد این صفحه میشید. دانلود رو از همینجا میتونید انجام بدید. حالت‌های مختلف میتونید دانلودتون رو از اینجا هم انجام بدید. و حالا میخوایم بریم سراغ مراحل. حالا من فایل رو دانلودش کردم و داخل یه دونه ماشین مجازی رانش میکنم. ببینید داخل این ماشین مجازی آوردم، فایل رو دانلود کردم و اجراش میکنم. اگه بهتون پیغام دادش که میخواد این برنامه اجرا بشه اجازه میدی یا نه، بهش اجازه بدید و این صفحه باز میشه. نگاه کنید این نرم‌افزار کامند بیس هستش، همونجور که گفتم، و سادگیش به خاطر همینه که کامند بیسه. وقتی این صفحه اومد شما باید چیکار کنید؟ باید وارد اون وبسایتتون بشید، همونجوری که دستور رو داشتید، و این خط دوم رو کپی کنید. نگاه کنید ما الان برنامه‌مون رو ران کردیم، آنزیپش کردیم و حالا می‌خوایم کانکت کنیم به این اکانت فریمون. درسته؟ این خط رو کپی می‌کنیم و میایم اینجا پیستش می‌کنیم و اینتر رو می‌زنیم. اگه اینجا بهتون بگه که اوتو توکن سیو تو کانفیگوریشن فایل، یعنی اینکه کارو به درستی انجام داده. حالا باید چیکار کنیم؟ حالا باید سرویسی که میخواید استفاده کنید رو برایش باز بکنید. ببینید یه دستوری وجود داره اینجا، ما داریم توی اینجا کار میکنیم، کلا با دستور ngrok کار میکنیم. اگه اینجا شما تایپ کنید ngrok بعد help رو بزنید، خب همه ی حالتهای ممکن رو واسهتون میاره. درسته؟ من میخوام چیکار کنم؟ میخوام یه دونه TCP تانل مثلا بزنم. درسته؟ روی چه پورتی؟ این رو دقیقاً توی همینجا هم واسهتون گذاشته. نگاه کنید قسمت بعدیش این بودش که آقا ngrok help بگیر و بعد بیا مثلا رو پورت 80ش رو باز کن یا هر پورت دیگری. الان همه چیز آماده است، فقط باید بگی رو چه پورتی میخوای کار بکنی. حالا من میخوام چیکار کنم؟ مثال میخوام با ریموت دسکتاپ بسشم به این کامپیوتر، ساده ترین کاری که میتونم بکنم. پس چیکار میکنم؟ اینجا میزنم ngrok فاصله tcp، پورت ریموت دسکتاپ هم انتخاب میکنم، پورت 3389، میگم پورت 3389 برام باز بشه. نگاه کنید الان چه اتفاقی میفته؟ رفع یک کاری کرد و بعد اومدش اینجا آمادش کرد. دیگه همه ی فورواردینگ آماده شد. من اگه به این دستور، به این سر آدرس وصل بشم تمومه. من فقط کافی این قسمت رو کپی کنم، به این قسمت بخوام وصل بشم. فقط دقت کنید واسه اینکه این تست رو به شما نشون بدم، من الان پورت 3389 رو باز کردم، ولی قبلش باید ریموت دسکتاپ رو هم روی این کامپیوتر باز کنم که اصلا حاضر باشه ریموت دسکتاپ به کسی بده. این مراحل قبلا گفتم ولی بازم اینجا ببینید که چه جوریه. برای اینکه ریموت دسکتاپ بدم میام وارد سیستم میشم، وارد قسمت ریموت دسکتاپ میشم، پیش‌فرض ریموت دسکتاپ خاموشه، اون رو روشنش میکنم، قبول میکنم. به اسم اینه چه یوزری حق داره ریموت بزنه؟ یوزر ایکاجی که الان باش هستم حق داره این کارو بکنه. پس از همین یوزر ایکاجی استفاده میکنم. واسه اینم که مطمئن بشین که دارم به همین کامپیوتر ریموت میزنم، نگاه کنید این صفحه ها بازه، این فایل ها وجود داره. یه فایلم روی صفحش میسازم به اسم تست ریموت دسکتاپ که شما مطمئن شید من دقیقاً به همین کامپیوتر دارم ریموت میزنم. حالا چجوری باید بهش وصلشم؟ از این آدرس. کافیه فقط این آدرس رو کپی بکنم و بعد روی کامپیوتر دیگری بزنم که میخوام به این وصل بشم. حالا من از روی چه کامپیوتری انجام میدم؟ از روی کامپیوتر اصلی خودم. این دیگه مباحث رو قاطی نکنید. در اصل این قراره یه کامپیوتری باشه یه جای دیگری و من از یه جای دیگری بهش وصل بشم. مهم نیستش که الان من دارم اینجوری وصل میشم، ولی به اون آی پیش داری، به اون اینترفیسش انگار میخوام وصل شم. MSTSC رو میزنم و اینجا آدرس رو پیست میکنم. میخوام به این آدرس وصلشم. اون قسمت TCP // اولش رو نمیذارم. نگاه کنید به این پورت انگار میدم درخواست میدم، خودش میفرستتش روی 3389. کانکت رو میزنم، همونجور که میبینید میخواد بهش وصلشه. یوزرش و پسوردش رو وارد میکنم، اوکی. پیغام سرتیفیکیت رو میاره، قبول میکنم. کاش که فایروال عمرم چک کرده بودم که فایروالش خاموش باشه، ولی خب انگار که خاموش بوده و مشکل نداره. اگه ببینید اون بر منو انداخت بیرون از هایپر وی، اینجا میبینید منو ساین اوت کرد و این ور داره میره وصلشه. چون از روی اینترنت داره میره وصل میشه سرعت پایین تره. میبینید همون سفر رو واسه آورد تست ریموت دسکتاپ، همه چی آماده است. دقت کنید من از روی اینترنت، از روی همون اینترنت دارم به خودش وصل میشم و سرعتم هم خیلی خوب نیست و اینجوریه. اگر روی سیستم خوبی که ران کرده باشید هیچ مشکلی از بابت سرعت هم نخواهید داشت. پس به این طریق میتونید خیلی راحت به این کامپیوتر وصل بشید. هر وقتم خواستید کنترل سی، همین بالاش نمیشه کنترل سی میزنید تا کویت بشه. من فقط دقت کنید اگه کنترل سی بزنم خودم هم از اینجا قطع میشم. من کنترل سی رو میزنم ولی موضوع اینه که وقتی اینو ببندم خودم هم قطع میشم احتمالاً. دیدید؟ چون اون رو بستم خودم قطع شدم. حالا از این ور دوباره میرم لاگین میکنم ببینیم که چه اتفاقی افتاده.
ناگهان اون برنامه بسته شده. پس هر وقت خواستید میتونید اون پورت رو برای خودتون باز کنید یا هر پورت دیگری. شما مثلا میتونید میگید که من میخوام وب سرویس باشه، پورت 80 رو باز میکنید واسش، دوباره یه آدرس میده میگه آقا این پورت قراره بره روی 80، خب و پلن فری هم هست همونجوری که میبینید. از این روش میتونید استفاده بکنید. خب روی همین کامپیوتر هم اگه خواستی بشه بس چی، کافیه که به لوکال هاست 4040 بس بشی واسه اینکه بتونی اینسپکت کنی و اینجور چیزا. پس به همین سادگی و راحتی میتونید از این ابزار استفاده بکنید و کارتون رو به عنوان فعلا گذرون را بندازید. حتی این ابزار رو میتونید خیلی راحت این پنجره رو بدید پایین اجرا باشه، چند تا پورت دیگر رو اجرا بکنید و این سیستم دیگه نه ریستارت بشه نه چی، همیشه باشه. حتی میتونید اینا رو ببرید داخل مثلا اسکیجل کنید که همیشه باشه، یا اینکه داخل استارتاپ ویندوز بذارید هر بار ویندوز ریستارت شد اون بیاد بالا و کار بکنه. پس به همین سادگی میتونید بدون دسترسی به مودمتون پورت فورواردینگ انگار تعریف کنید و هر کاری خواستید انجام بدید. بازم تاکید میکنم این یکی از ساده ترین نرم افزارها بود. من به سراغ نرم افزارهای دیگری هم خواهم رفت. خب اینم از این، دیدید که این نرم افزار چقدر ساده میتونه واسهتون این کارو انجام بده و روی سرویس رایگانش هم که میتونید به راحتی ازش استفاده بکنید برای استفاده شخصی. چند تا نکته، اگه بخواید استفاده بزرگتری داشته باشید یعنی برای شرکتتون باید برید اکانت بخرید، اون وقت شاید خرید داینامیک دی ان اس یا آی پی مثلا براتون به صرفه تر باشه، ولی اگه واقعا هیچ کدوم اونا رو ندارید میتونه گزینه خوبی بشه. من پیشنهادم بیشتر این گزینه رایگانشه که کارتون رو اینجوری میتونه راه بندازه. نکته دوم، همیشه وقتی شما آی پی تون رو برای اینترنت پابلش میکنید و باز میکنید بالاخره خطر داره. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه همونطوری که شما میتونید بیاید داخل، یک کسی دیگری هم میتونه آی پی آدرس شما و پسورد شما رو پیدا کنه و وارد بشه. حواستون باشه بالاخره خطر داره این کار و باید فایروالتون رو کانفیگ کنید، مراقب باشید اطلاعاتتون و اطلاعات حیاتی چیزی نباشه که مشکل زا بشه واسهتون، مخصوصا اگر بلد نیستید کانفیگ. ببین یه وقتی هستش من توی شبکه پیاده میکنم همه جوره حواسم هست هیچ مشکلی هم نره، ولی اگه شما اطلاعات تو خیلی قوی نیستش و نمیتونید امنیت رو تضمین بکنید شاید این کارو نکنید بهتر باشه. شاید گزینه بهترین باشه که اینو مثل روی ماشین مجازی پیاده بکنید. وقتی رو ماشین مجازی باشه اطلاعات خاصی هم رو نداری، هر چی لازم داری میذاری، از همه جا هم دسترسی داری و هیچ مشکلی پیش نمیاد. دیگه تامین امنیتش با خودتونه، حواستون باشه. من اینجا هیچ کارم، من فقط دارم پیشنهاد نرم افزار میدم و اینم فقط یه پیشنهاده، یک راهکار حرفه‌ای و چیز نیستش. اگه خواستید راهکار حرفه‌ای باید بیایم بشینیم بررسی کنیم ببینیم سرویس شما دقیقاً چیه، براتون یه چیزی رو پیشنهاد بدیم پیاده کنیم و پاشم وای میسیم بابت امنیتش هم خیالمون راحته چون خودمون پشتش هستیم. ولی اینکه اینجا میگم فقط در حالتیه که دیگه خودتون باید بقیه دانشا رو کسب کنید. ویدیوهای قبلی رو ببینید خیلی میتونه کمکتون کنه و اینکه اگرم میخواید استفاده کنید فایروالتون هم درست کانفیگ کنید. 3 تا ویدیو واسه فایروال ویندوز حداقل دارم، اون رو حداقل ببینید که بدونید میخواید دقیقاً چی کار انجام بدید. امیدوارم ویدیو به دردتون خورده باشه و دوست داشته باشید. اگر دوست دارید از این سبک ویدیوها بازم ببینید کانال رو سابسکرایب کنید. اگر نیستید خوشحال میکنید اگر به دیگران معرفی مون بکنید و دمتون گرم. لایک و کامنتیاتون نره. مرسی، فعلا خدا نگهدار.